وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گزارش سالانه درباره تروریسم جهانی میگوید حکومت ایران به رغم توافق ای با قدرتهای جهانی هنوز یک حامی عمده تروریسم در جهان است این گزارش همچنین از کاهش شمار حمله های تروریستی در عراق، پاکستان و نیجریه در سال گذشته خبر داده. اما بر اساس همین گزارش چنین حملاتی در افغانستان، مصر، فیلیپین، سوریه و ترکیه از سال 2014 تا 2015 افزایش پیدا کرده. رحمانی گزارش می جاستین سیبورل هماهنگ کننده ضد تروریست در وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به جوانب اصلی در گزارش سال 2015 درباره تروریسم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت ایران با حمایت مالی آموزش و تجهیز گروههای مختلف افرادی به ویژه حزب الله لبنان و دولت بشار در سوریه در صدر حامیان تروریسم جهانی قرار دارد The آمریکا به مقابله با حمایت ایران از تروریسم ادامه می دهد. ایران همچنان اصلی ترین دولت حامی تروریسم در جهان است. همچنان که در گزارش شهر داده شده است، ایران از حزب الله، گروه های تروریست در نوار غزه و گروه های مختلف در عراق و در سراسر خاور میانه حمایت می کند. مقابله با فعالیت های بی کننده ایران و حمایتش از تروریسم جنبه اصلی در گفتگوهای گسترده ما با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست با رهبران آن در ماه مه سال گذشته در کمپ دیوید بود ما همچنین همکاری با متحدانمان در اروپا آمریکای جنوبی و آفریقای غربی را برای تدوین و اجرای استراتژی های مقابله با فعالیت های گروه های متحد ایران و گروه هایی که ایران از آنها حمایت می کند مانند حزب الله گسترش داده ایم. این گزارش میگوید با وجود آنکه ایران سال گذشته توانست برای رفع نگرانی های بنون از برنامه هسته‌ای خود به راه حلی دیپلماتیک دست یابد، حمایت ایران از تروریست در سال 2015 بدون وقفه از سوی سپاه پاسداران و نیروی قدس وزارت امنیت و اطلاعات و متحد ایران حزب الله که خطر اصلی علیه ثبات لبنان و سراسر سر منطقه است ادامه داشته است. بر پایه این گزارش ایران علاوه بر مسلح کردن گروه حزب لبنان و رژیم اسد اقدام به ارسال اسلحه و ارائه کمکهای دیگر به گروه های شبه نظامی در بحرین و شورشیان حوسی در یمن کرده است و دست از حمایت فعال گروه های ضد اسرائیلی مانند حماس بر نداشته است ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم و گزارش های سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در این زمینه را رد کرده است و میگوید خود یکی از قربانیان تروریسم است وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت توریسم جهانی در سال گذشته میلادی همچنین اعلام کرد که با وجود افزایش تحرکات پیکارجویان افراطی گروه داعش حملات تروریستی در فاصله 2014 تا 2015 در سراسر جهان اندکی کاهش داشته است اصل رحمانی صدای آمریکا